همزمان با آغاز پنجمین هفته از خیزش سراسری، حمایت ایرانیان خارج از کشور همچنان ادامه داره. شنبه 15 اکتبر برابر با 23 مهر، ایرانیان هانوفر بار دیگه در میدان اشتاینتور این شهر گرد هم جمع شدن تا ضمن حمایت از خیزش سراسری در ایران صدای معترضان هموطن خود در خارج از کشور باشند. در طی یک ماهی که از اعتراضات سراسری که به تعبیر بسیاری بیشتر به انقلاب شباهت داره تا اعتراض، اینترنت ایران با اختلال و سانسور فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی همراه بوده و راه‌های اطلاع رسانی بسیار محدود شده. از این رو بر پایه تجمعات در خارج از کشور به یکی از راه‌های اطلاع رسانی در جهان تبدیل شده. این تجمعاتی که در اروپا یا آمریکا یا در مناطق نقاط دنیا به وجود میاد تاثیر زیادی داره در آگاهی سیاستمداران مردم در این جوامع نسبت به وضعیتی که در ایران وجود داره و این خیلی مهمه، به ویژه اینکه حساسیت زیادی در اینجا وجود داره که مردم آگاه بشن، که اینجا مردم اینجا آگاه بشن در چه وضعیتی زنان ایران به سر میبرن، جوانان ایران به سر میبرن. در کردستان، در سنندج، کرمانشان، دیواندره، همه شهرهای کرد همه بلند شدن به خاطری که ستمایی که به ما شده بسیار بسیار بیشتر بوده از مرکز نشینان. و میخوام بگم که من به عنوان یک کرد تقاضای کردی خودم رو میخوام بیان کنم، حق به زبان مادری صحبت کردن و حق تعیین سرنوشت. خب این تجمعات خیلی مهمه چون هر روز تو ایران همه دارن میرن تو خیابون، متاسفانه هموطنمون دارن اونجا میمیرن تو خیابون و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ازشون حمایت بکنیم، دور تا دور دنیا بیایم تو خیابون و صدای هموطنمون و صدای ایرانی‌ها رو برسونیم به دور تا دور دنیا. من اینجا هستم برای آزادی، برای زنان، برای شکستن سکوتی که ما و مخصوصا نسل ما باید متحملش می‌شدیم. بس هرچی ساکت بودیم، بس هرچی ترسیدیم. هر کسی اجازه داره عقیدش رو بیان کنه. آزادی برای همه است. زن، زندگی، آزادی. با گذشت 30 روز از تجمعات اعتراضی در ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی رقم خورد، ایرانیان مقیم آلمان نیز در تلاشن به اشکال گوناگون حمایت خود را اعلام کنند. در هر شهری که جامعه ایرانی وجود داره تلاش میشه صدای هموطن معترض خود در ایران باشند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.